جمشید برزگر، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. جناب برزگر، قبل از اینکه سوالم رو از شما بپرسم، باید این رو هم اشاره کنم در اضافه به متن خبر که اتحادیه روزنامه‌نگاران بریتانیا هم همین دقایق پیشتر واکنش نشون داده و ابراز کرده که در شوک عمیق هست نسبت به این چنین اتفاقی. اما پرسش من از شما این هست، به عنوان یک فرد فعال در رسانه، به عنوان یک روزنامه‌نگار و فردی که مدیریت یک رسانه رو داشتین، بفرمایید که چنین خبری رو چطور می‌بینید؟ قبل از هر چیز اجازه بدید که ابراز خوشحالی بکنم از اینکه همکار و دوست خوب ما پوریا زراعتی وضعیت عمومی خوبی داره و خوشبختانه خطر جانی او رو تهدید نمی‌کنه، هرچند نفس حمله‌ای که به او صورت گرفته در مقابل منزلش از هر زاویه که نگاه بکنیم محکوم هست. همونطور که شما هم گفتید، در واقع پلیس لندن در حال بررسی و تحقیق در این زمینه هست. MI5 سرویس امنیت ملی بریتانیا هم آگاه شده از موضوع و با توجه به تهدیدهای متعدد و مکرر قبلی که مشخص شده و اثبات شده که جمهوری اسلامی در طراحی و اجرای اونها نقش داشته، عامل اون در واقع طراحی ها بوده، گمان میره ذهن غالب این هستش که این حمله و این سوءقصد هم از سوی جمهوری اسلامی طراحی شده باشه. البته باید منتظر بمونیم نتایج تحقیقات پلیس و دستگاه امنیتی بریتانیا منتشر بشه و من امیدوار هستم که هم پلیس لندن و هم MI5 و هم رهبران سیاسی در بریتانیا این موضوع رو جدی بگیرن. حرفی که دیوید کامرون زده بود که تهدیدهای تروریستی در داخل خاک بریتانیا غیر قابل قبول هست، این رو در عمل نشون بدن و اطلاعات دقیقی در مورد مهاجمان و انگیزه های اونها منتشر بکنند. ولی به هر حال همونطور که در بیانیه اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا NUJ که شما هم بهش اشاره کردید اومده، نفس حمله به یک خبرنگار، یک روزنامه‌نگار، یک برنامه‌ساز و مجری تلویزیونی بسیار بسیار اسفناک و شوکه کننده است و باید اون رو محکوم کرد. فارغ از اینکه در واقع در چه رسانه‌ای کار میکنه، روزنامه‌نگاران باید از امنیت و آزادی برای فعالیت برخوردار باشن. میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی دشمنی دیرینه‌ای با روزنامه‌نگاران و اطلاع رسانی آزاد داره. بسیاری از روزنامه‌نگاران در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی زندانی شدن، تبعید شدن و یا متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. بنابراین همه شواهد و زمینه ها حکایت از اون داره که جمهوری اسلامی در پس این حمله حضور داشته و اگر چیزی غیر از این باشه در باطن باید اسنادی منتشر بشه که خلاف این رو ثابت بکنه، به سابقه اعتباری که جمهوری اسلامی در این زمینه داشته. به اظهارات دیوید کامرون اشاره کردید، من هم یک اشاره مختصری بکنم که ما گزارش ITV رو داشتیم در خصوص سوءقصد هایی که قرار بوده به جان همکارم فرداد فرهزاد و خانم سیما ثابت صورت بگیره و خبرهایی رو هم شنیدن بینندگان ما که منجر به تعطیلی دفتر ایران اینترنشنال در لندن شد. چقدر احتمال میدید تداوم این حملات تأثیرش بر در واقع آزادی بیان ایرانیان خارج از ایران به چه صورت خواهد بود؟ ببینید هیچ تأثیری نداره، همونطور که در واقع تلاش هایی که در گزارش و در صحبت های شما هم بود دیگه من در واقع برای تکرارش بیان نکردم، تهدیدی که علیه دوستان خوب ما، همکاران ما فرداد فرهزاد و سیما ثابت شد، یا تلاشی که برای بمب‌گذاری در مقابل دفتر ایران اینترنشنال صورت گرفته بود، یا مجموعه تلاش هایی که به محکومیت دوتایوف تبعی چچنی تبار اتریشی به 6 سال و 6 ماه زندان در واقع منجر شد و به توصیه پلیس لندن در واقع فعالیت دفتر لندن ایران اینترنشنال برای دو مدتی محدود 7 ماه در واقع متوقف شد، دیدیم که در عمل تأثیری نگذاشت و ایران اینترنشنال به فعالیت‌های خودش ادامه داد. این رویه البته در مورد همه روزنامه‌نگارانی که در این سال‌ها در مقابل جمهوری اسلامی، در مقابل اون موج سانسور و خفقان در واقع ایستاده کردن و اجازه ندادند که جمهوری اسلامی در سکوت مطلق به جنایت‌ها و چپاولگری‌های خودش ادامه بده، این بار هم طبیعتاً باعث خواهد شد که روزنامه‌نگاران با اراده‌ای راسخ‌تر به فعالیت‌ها و وظایف حرفه‌ای و شهروندی خودشون عمل بکنند. نکته‌ای که واقعاً به جای
درنگ داره، این حد الفت و آشنایی و انس عمیقی است که بین رهبران جمهوری اسلامی و چاقو و چاقوکشان در واقع برقرار هست، از زمان کشتن و ترور احمد کسروی گرفته تا دکتر شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، داریوش و پروانه فروهر. میبینیم که در واقع به بدوی ترین و وحشیانه ترین شکل مخالفان خودشون رو هدف قرار میدن و به دنبال حذف فیزیکی اونها به در واقع وحشیانه ترین شکل ممکن هستن. تأکیدی نیستش که اگر البته مدارک لازم منتشر بشه و مشخص بشه که جمهوری اسلامی در حمله به پوریا زراعتی دست داشته، تأکیدی نیست که این اقدامی است برای ایجاد رعب و وحشت، برای در واقع ارسال یک پیام که روز نامه نگاران و افرادی که برای نورافشانی بر زوایای تاریک زندگی سیاسی، اجتماعی و شخصی در واقع رهبران جمهوری اسلامی و بلایا و فجایعی که اونها دارن به سر مملکت میارن عمل میکنن، اونها رو مورد تهدید قرار بدن. اما همونطور که گفتم و تجربه 14 دهه گذشته هم نشون داده، روزنامه نگاران ایرانی از این تهدیدها جا نخوردند و به فعالیت خودشون ادامه دادن. نمونه بارزش هم در واقع همون چیزی است که در طول 2-3 سال گذشته در ایران اینترنشنال یا در دیگر رسانه ها دیدیم. به هر حال می‌دونیم تقریبا اغلب روزنامه نگاران ایرانی، چه خودشون چه خانواده هاشون، در این سالها مورد انواع و اقسام تهدیدها، احضارها، بازجویی‌ها، ممنوع معامله شدن‌ها و یا صدور احکام قیابی بودن. اما هیچ کدوم از اینها باعث نشده که روند اطلاع رسانی تا جایی که در توان همکاران ما بوده در واقع متوقف بشه. و امیدوار هستم که پوریا زراعتی هم هرچه سریعتر سلامتی خودش رو باز بیابه و به برنامه‌های در واقع برنامه‌های خوب خودش رو همچنان بسازه و ما بیننده اونها باشه. متشکرم از شما جناب جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودین.